بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی امروز سه تا برنامه درباره اسقاطیل داشتیم حیفم اومد که این برنامه رو هم اختصاص ندم به اسقاطیل اونم چه خبری بندر حیفا بسته شد تصور کن یه همچین دفتر دستکی رو ایجاد کنی پول خرج کنی اینجا این بندر تعطیل بشه مثل چی مثل بندر ایلات می‌بینی اینا همشون باید برن خونه‌هاشون لالا کنن البته اگر موشکای حزب الله اجازه بده که توی این منطقه بمونن اگر نه باید برن سمت تلاویف که انشالله اونجا هم یمنی ها دست به کار بشن و اقداماتی رو انجام بدن که تلاویف هم تعطیل بشه ببینید چقدر گوگلی اینجا تعطیل بشه یعنی چی یعنی اسقاطیل فاتحش خونده چرا چون یکی از بندرهای مهم اسقاطیله که تو حوزه اقتصادی خیلی میتونه به اسقاطیلیا کمک بکنه با تعطیل شدن این بندر فشار حزب الله وقتی روی حیفا زیاد بشه این مناطق رو هم که قبلا مورد قرار داده اینا مجبورن به سمت تلاویف کوچ کنن این قسمت پای تختشون که یمنی ها تهدید کردن گفتن میزنیم بدن میزنیم. اما اسقاطیلی ها هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که بتونن رودخانه لیتانی رو خط حائل بین خودشون و الله قرار بدن رودخونه لیتانی کجاست ببین که به مدیترانه ریخته میشه ببینید این همینطور ادامه پیدا میکنه میاد پایین اینجا دوباره امتداد همین رودخانه لیتانی هست باز اینجا امتداد داره میاد پایین باز اینجا ادامه داره میبینید اسقاطیلیا هدفشون اینه و خواستهشون اینه که الان وزیر خارجهشون هم همین حرف و زد گندگوی هایی که دوباره کار دستشون خواهد داد میگن حزب الله باید برگرده به قبل از این رودخونه مثلا یکی از جنوبیترین ترین استان های لبنان استان نبتی است فاصله رو داشته باشید بر فرض اینکه حتی اینجا رو مرز بگیریم مرز لیتانی بگیریم چندین کیلومتر شامل خاک لبنان میشه حداقل اقل 7 ده کیلومتره خب حزب الله که قطعا این کار رو نخواهد کرد چون عملا این بخش از خاک سرزمینیش رو از دست میده و اسقاطیلیا میتونن نفوذ پیدا کنن اینجا همون قضیه جولان پیش بیاد اما حزب الله داره چیکار میکنه حزب الله داره از شمال غربی میزنه نهاریا عکا حیفا و همینطور اگر ادامه پیدا بکنه میاد رو به سمت پایین نتانیا و بعد به سمت تلاویف که پای تخته حالا شیخ نعیم قاسم گفته اسقاتیل مرتکب سه جنایت جنگی شده که برامون دردناکه و نشون دهنده بالاترین سطح وحشیگریه که تا به حال ندیدیم ایشون در مراسم تشییع جنازه شهید ابراهیم عقیل سخنرانی میکنه و این به این معنیه که قرار سه تا پاسخ وجود داشته باشه البته اون پاسخ انتقام شهید فواد شد همچنان به نظر من اجرایی و عملیاتی نشده بامداد امروز و صبح امروز پاسخ اولیه به کشتار پیجر بوده و انشالله دو تا پاسخ هم در راهه اما چرا اسقاطیلی ها اومدن حیفا رو بستند چون بالاترین تدابیر امنیتی رو دیشب اعلام کردن و فکر میکردن که حزب الله قرار از حیفا رو بزنه هرچند حیفا هم زده از حیفا رو زده اما پایگاه های نظامی رو میزنه در کنارش صنایع نظامی مثل رافائل رو اما در بخش های از شمال حیفا به مناطق مسکونی هم نیم نگاهی داشته که حالا ویدیوهاش رو داخل کانال تلگرام و ایتا گذاشتیم که لینکش زیر همین ویدیو هست توصیه میکنم حتما اوز بشید اما در کنار وحشت از حزب الله فکر میکنم وحشت از یمن عامل دیگری برای بسته شدن حیفا البته میتونه پشت پرده هم داشته باشه که اسقاطیا با این اقدام بخوان یه پاتکی بزنن که حالا اگر لازم شد این رو هم توضیح میدم یمنی ها گفتن قافل هایی برای اسقاطیل داریم که دل مؤمنان رو خنک خواهد کرد وزیر دفاع یمن گفته ما در تلاش برای تربیت گروه نظامی دفاعی هستیم که قادر باشه معادله سیاسی و نظامی رو به دشمن تحمیل کنه و از حاکمیت جمهوری یمن در تمام خاک کشور محافظت کنه ما به دنبال تداوم ضربات دردناک در عمق تشکیلات نظامی دشمن سهیونیستی هستیم دیگه دشمن اسقاطیلی پیش از هر گونه حماقتی در خصوص یمن درباره تبعات هزاران چیز می اندیشه ببین خیلی ادعای بزرگی ها جزئیات متغیرات سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیک در منطقه رو زیر نظر داریم و آماده تمام چالش های این بره هستیم. همونطور که درهای یافا و بندر ایلات رو کوبیدیم به درهم کوبیدن لانه سهیونیست ها ادامه خواهیم داد داره اشاره میکنه به تعطیل کردن بندر ایلات در حمله با موشک های بالستیک، مافوق صوت، کروز و پهپادها، ها علیه دشمن کم نخواهیم گذاشت ما در جنگی علنی حساس و طولانی مدت به سر میبریم و تمام احتمالات برای تقابل را در نظر داریم به دشمن سهیونیستی جنایتکار قول قافلگیری های بیشتری را میدهیم که دل مؤمنان را خنک کند کسانی که برای سال دهم ده همچنان ملت را تحت معاصره قرار دادند و با آنها خصومت دارند باید بفهمند که صبر راهبردی ما کمتر شده است و این برای آنها خطرناک است متجاوزان و مهاجمان باید به سرعت برای خروجشان از خاک یمن و جزایر برنامه ریزی کنند به آنها هشدار می دهیم که طعم تلخ آمادگی نظامی ما را خواهند چشید فکر می کنم این تهدید یمنی ها یکی از دلایلی است که دارن حیفا رو تعطیل می کنن. چرا حیفا اینها که نگاهشون به تلاویو هست چون اتفاقاتی به نظرم میرسه که از عراق قرار بیفته ارتباط عراق با یمن چیه تو برنامه قبلی فکر کنم بهش اشاره کردم اونایی که یه مقدار تیز باشن متوجه میشن چی گفتم چون امروز هم محور مقاومت در عراق اعلام کرده که یک هدف مهم و حیاتی رو در سرزمین های اشغالی زده بنابراین این خوابی که اسقاطلیا دارن هرگز تعبیر نخواهد شد با توجه به اینکه حزب الله داره عمق بیشتری رو مورد عنایت قرار میده اگر بنا باشه اسقاطیلیا در این منطقه عملیات نظامی داشته باشن فقط و فقط بسنده خواهند کرد به نیروی هواییشون حتی ورود زمینی هم نخواهند داشت و اگر بخوان ورود زمینی داشته باشن کارشون به شدت سخته به مراتب سختتر از ورود زمینی به غزه است و فکر نمی کنم اگر حزب الله درگیریش رو تشدید کنه با ها یا برعکس اسقاطیل بخواد جنگ رو تحمیل بکنه به حزب الله ورود زمینی داشته باشه یا بخواد در مناطق جنوبی لبنان اقدامات وحشیانه تری انجام بده محور مقاومت سکوت نخواهد کرد همونطور که در حمله به جنوب بیروت محور مقاومت در عراق اعلام کرد حزب الله عراق که گفت اگر یک فرمانده از دست رفته ما حاضریم که 100 هزار نفر نیرو اعزام بکنیم اونجا یمنی هم اعلام حمایت و آمادگی کردن و به نظر میرسه که اگر بتونن فشارها رو بیشتر کنن و حیفا مثل ایلات تعطیل بشه به سمت ورشکستگی اقتصادی برن فشارهای داخلی رو اینها بیشتر خواهد شد از اون طرف هم دیدید 500 هزار نفر توی پناهگاه ها رفتن پناه گرفتن در حمله موشک حزب و یک میلیون نفر این حملات رو با گوشت و پوست و استخونشون لمس کردن امیدوارم که محور مقاومت ضربات کاری تر بزنه و همونطور که از امروز صبح خوشحال هستیم مدام خوشحالی کنیم تا روز معود و وعده صادق دو از راه برسه یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون